سلام بچه ها خسته باشین مرزک هستم امیدوارم حالا همه خوب باشه همونجوری که شنیدین یو رومرو از یو سی جدا شد در حالی که سه تا فایت دیگه هنوز تو قراردادش باقی مونده بود ولی خب این یه خبری بود که واقعا همه رو تعجب زده کرد و دنیای ام ام ای رو یه جوری شوکه کرد چون که هیچکی فکرش نمیکرد الان یو رو از یو اف سی جدا بشه و اومدن این سؤال رو از دانا وایت پرسیدن بعد از مسابقات یو اف سی وگاس 16 که چرا آقا یو اف سی قرارداد یو رو تموم کرد و دانا وایت اومد گفت که ببینید الان رو بالا 40 سالشه 4 تا از 5 تا فایت آخرش رو باخته و یعنی مثلا میگفت یه جورایی داشت وانمود میکردن آوایت که یعنی الان یا رومرو تو سرازیریه و دیگه تو اوجش نیست یعنی الان همجوری داره بدتر و بدتر میشه ولی خب این اینو هیچ وقت فراموش نکنید که دانا یکی از باهوشترین پروموترای پروموترهای دنیاست یکی از بهترین بیزنسمن دنیاست توی حالا فایت و این حرفا و همیشه وقتی یه فایتر خوبی داره از یو اف سی میره بیرون دانوایت همیشه یه جوری وانمود میکنه که ما داریم یه فایتر تموم شده یا داریم ول میکنیم یعنی اگر حالا اون فایتر خاص بره بلاتور یا وان چمپیونشیپ یا حالا هر جایی خاص بره دانوایت میخواد یه جوری نشون بده که اونا مثلا یه فایتر الکی از ما بردن چون که میخواد همیشه نشون بده که یو بهترین فایترهای دنیا رو داره و خیلی بوشه دانوایت حتی مثلا جورج سمپیر من یاد حرف جورج سمپیر میافتم که میگفت دانوایت میتونه بره به یه اسکیمو یخ بفروشه خب حالا خود اسکیمو دارن تو خونه های یخی وسط یخ و یخ بندون زندگی میکنن و حالا جی اس پی میگفت دانا وایت اینقدر باهوشه و اینقدر بیزینسمن خوبیه که حتی میتونه بره پیش یه اسکیمو و به اونا یخ بفروشه و واقعا راست میگه دیگه هر کسی تا از یو اف سی یعنی یه جوری از یو اف سی رفته بیرون همیشه یه جورایی وانمود کرده که دیگه اون فایتر تموم شده حتی وقتی که کریس سایبورگ داشت میرفت بیرون یه جورایی وانمود که میکرد که یعنی دیگه کریسایبر الان تموم شده حالا کریسایبر مثلا این همه سال نباخته بود 20 تا برد پشت سر هم داشت نمیدونم 10 سال نباخته بود یه چیز اینجوری حالا همین که با ماندان باخت یه جورایی دیگه مثلا میخواست دکش کنه بره حالا ام کریس میخواست اونجا بمونه دوباره با توی یه ریمچ مبارزه کنه ولی خب اون یه قراردادی یا فایتی میخواست و دانا نمیخواست یه قراردادی یا فایتی بهش بده چون که مثلا با خودش نمیخواست این ریسک رو قبول کنه که حالا مثلا میگیم اگر کریس سایبورگ میومد تو ریمچ آماندان میزد اون موقع با کمربند یو به عنوان بهترین فایتر UFC اف سی میره بلاتار چون که همه میدونستن دیگه کریس سایبورگ رابطهش با UFC یا دانوایت خوب نبود و میخواست اونجا رو ترک کنه بره بیرون و دانوایت هم میگفت نه یا یه قرارداد چند فایتی ببند یا اصلا برو بیرون ولی خب منظور این که وقتی کریس هم رفت بیرون یه جورایی داشت وانمود میکرد که دیگه کریس تموم شده الان اندرسون سیلوا هم خب این حرفا رو زبر خب اندرسون سیلوا واقعا یه جورایی دیگه تو سرازیریه دیگه اینو همه موافقن ولی خب حالا برگردیم به یو رومرو و من مطمئنم که همهتون با من موافقین وقتی که میگم یو رومرو همین الانش هم توی سن 43 سالگی میتونست هر کسی تو دسته میان وزن یو بزنه قشنگ سوپرمن دسته میاوزن یو اف سی بود حالا فایت آخرش سر تایتل بود مقابل آدسانیا حالا میدونم خیلی میگن آقا آدسانیا کاری نکرد و یو رومرو باید برنده میشه ولی به نظر من یو رومرو هم هیچ کاری نکرد هیچ کدومشون هیچ کاری نکرد یه فایت خیلی خسته کننده ای بود و حالا چون که حالا آدسانیا قهرمان بود و کمربند قهرمانی رو داشت به نظر من حالا من یه ویدیو قبلا هم در موردش پاک کردم برنظر من حالا آدسانیا اون فایت برد ولی خب منظور این که آدسانیا خیلی احترام واسه یو رو قائل بود از نزدیک باش درگیر نمیشد همش در حال حرکت بود و یعنی خیلی با احتیاط با یو رومرو مبارزه کرد حالا حتی فایت قبلی یو رو مقابل پاولو کستا خیلی ها به نظرشون حتی یو رو اون فایت برد و اونم خیلی فایت نزدیکی بود و حتی فایت قبل از اون با کی بود با رابرت ویریکر رابرت ویریکر به نظر من فایت دومش با یای رومرو به نظر من یای رومرو برنده شد اون فایت ها. خیلی نزدیک بود و حالا گفتن رابرت ویریکر قهرمان شد ولی به نظر من اون فایت هم حتی یای رومرو میتونست برنده باشه قبل از اونم که لوکرا و رو کرد منظور این که این چهار تا فایت آخرش که یعنی دوتاش مقابل رابرت ویریکر بود و مقابل و آدسانیا به زور یعنی خیلی سرمرزی باخت هیچ کی ناییم. مثلا یه کتک درست حسابی بهش بزنه که مثلا بگن آخ یا رومرو آخر دوران حرفه ایشه اصلا من اینو قبول ندارم و واقعا همین الانش هم میتونه هر کسی رو بزنه الان بریم اصلا با هم دسته میان وزن یو همین الان با هم نگاه کنیم خب همینجوری که الان آدسانیا خب قهرمانه رابرت ویلیکر پاولو کوستا این سه نفر اول خیلی سر مرزی یورومرو رو زدن حتی یورومرو میتونست تو فایت فایتش با اینا برنده باشه حتی حالا اگر از این سه تا صرف نظر کنیم بقیهشون نگاه کنیم جرد کنونیر دارن تیل ماروین ویتوری جکر مانسون درک برانسون جرد کنونیر و نمیدونم به نظر من همه اینا رو میتونه راحت ب... یعنی نمیگم راحت میتونه بزنه ولی واسه همه اینا میتونه مشکل ساز بشه واسه همه اینا درک برانسون کلوین استلام هرچی میریم پایین تر واسه راحت تر و راحتتر میشن اینجوری بگیم و همین الانش هم یکی از بهترین میدل ویت های دنیاس و یو سی ولی خب حالا این سوالی که واسه همه پیش میاد اینه که خب چرا یو سی قراردادش رو تموم کرد چون که واقعا با عقل جور در نمیاد وقتی که این یکی میاد یکی از بهترین فایتراتو رو مثلا ول کنی بره البته اینم بگم که دانوای اومد گفت که ما تا پایان سال 2021 60 تا فایتر دیگر هم ول میکنیم یعنی قرارداد 60 تا فایتر دیگه هم تموم میکنیم تا پایان سال 2021 یعنی تا یه ما دیگه و ولی خب واقعا جای سوال داشت که چرا الان یورومرو رو چیز کردن من تنها دلیلی که میتونه به ذهنم برسه البته اینا بگم که خیلیا میگن چون که درآمد یورومرو خیلی بالا بود و یو اف سی نمیخواد قبش پول بده من من اینو فکر نمی کنم چون که خیلی فایترهای دیگه ای هستن که هم سطح یورومرو میگیرن حتی شاید هم یکم بیشتر بگیرن و سطحشون از یورومرو خیلی پایینتره مثل کریس وایدمن مثل لوک راکول. یورومرو رومرو اومده هر دوتای اینا رو بجوری ناکود کرده پس چرا یو سی این دو نفر رو اخراج نمیکنه که حتی شاید یکم هم از یورومرو رومرو حتی یکم هم بیشتر پول بگیرن من تنها دلیلی که میتونه به ذهنم برسه اینه که یو سی به یه فایترایی مثل کریس وایدمن و لوک احتیاج داره چون که اینا گیت کیپر تو، توی دسته میدل ویت یو اف سی گیت کیپر به فارسی بخوایم ترجمه کنیم یعنی میشه دروازبان مثلا یه فایترایی هستن توی تاپ 10 یعنی توی اون ده برترین ها توی ردبندی های یو و مثلا فایترای جوون هستن استعدادهای جدید هستن که میخوان مثلا وارد تاپ 10 بشن و UFC وقتی که میخواد مثلا یه فایتر جوون یا یه استعدادی رو بسازه و بزرگش کنه یکی از این گیت کیپرها رو بهش میده یکی مثلا مثل کریس وایدمن یکی مثل لوک رو بهش میده و این شانس رو بهشون میده که مثلا یه فایتر سرشناسی و مثل کریس وایدمن یا لوک راکول شکست بدن و اینجوری وارد تاپ تن بشن و اینجوری اسمشون یکم گنده در بشه و یو اف سی میاد اینجوری فایتر مثلا اونایی که میخواد گنده کنه اینجوری گندهشون میکنه ولی خب حالا یو چی؟ یو به هیچ وجه گیت کیپر نیست فوق العاده خطرناکه و میتونه هر کسی رو شکست بده و من تنها دلیلی که به ذهنم میرسه که چرا یو سی اومد یو رومرو رو مثلا قرار رو تموم کرد اینه که شاید یو ایرو میرو رو مثل یه فایتر مزاحم و مثلا مثل زرر میبیننش اون بالا هست هیچکی نمیتونه بزنش یعنی هر کسی میاد باش مبارزه میکنه به سختی میزنش الکی نمیبازه به کسی همه فایتاش سرمرزیه یعنی باختاش و امکان داره هر کسی رو بزنه شما مثلا فکرشو بکنید درنتیل مثلا درنتیل مطمئن باشین که UFC واسه درنتیل برنامه های زیادی داره چون که درنتیل میشه گفت یه ستاره ای از انگلیس همه انگلیس پشت درنتیل و UFC به کشور انگلیس احتیاج داره چون که وقتی که درنتیل مبارزه داره همه کشور انگلیس میخوان از طریق پیپر ویو بیان فایتاشو بخرن و به اون مارکت یا به اون کشور احتیاج داره و همون همونجوری که درنتیل قبل از فایتش با تایرون وولی گنده،, گنده کرد اینقدر گندهش کرد و اینقدر مثلا تبلیغ ازش کرد بدون شکست نمیدونم در صورتی که مثلا درنتیل قبل از اون فقط دونال سرونیو زده بود که اونجوری دونال سرونی هم گیت کیپر دسته ولترویت بود اون موقع دونال سرونیو زد وارد 10 شد و بعد از اون هم مثلا اومد چی اسمش واند بویو زد ستیون تامسون و اونجوری مثلا کم گنده تر شد حتی قبل از فایتش با تامسون نزدیک دو کیلو و نیم وزنش رو از دست داد تابلو ولی خب اینقدر گندش کردن قبل از فایتش با تایرون وولی دیگه هیچ که حرفش رو نمیزد حالا بعضی هم میگفتن شاید حقش نیست و اینا ولی چیزی که میخوام بگم اینه که الان یو واسه درنتیل که اومده توی دسته میان ورز برنامه داره میخواد گندش کنه حالا شما مثلا فکرشو رو بکنید میان میدنش به یورومرو آیا یورومرو راحت میاد به درنتیل میبازه؟ ببخشید بچه ها داره تیم تموم میشه بعد با رو بزنم ببخشید بچه ها این چی میگن فارسی <تصفح> شارجر کامپیوترمو بزنم دیروز اومدم دو ساعت نشستم ویدیو پر کردم همش پاک شد و واقعا آره گفتم به خاطر این گفتم سریع داشت با تیم تموم میشد آره برگردیم به صحبتمون آره مثلا حالا شما فکرشو بکنید یکی مثل درنتیل رو میخوان گنده کنن و یه آدم مزاحمی مثل یورومرون بالا ایستاده مثل مثل سوپرمن و هر کیو بهش بدن امکان داره بزنه حالا درنتیل میره اون بالا مثلا یوی اول کار مثلا بزنه درنتیل رو کنه همه برنامه های UFC رو خراب کنه که مثلا میخواستن اینو گندش کنن چون که هم که میدونیم آدسانیا خیلی دلش میخواد با درنتیل مبارزه کنه ولی خب درنتیل همش میبازه یعنی هر هر دفعه با یکی بزنه میاد میبازه حالا بازی قبلیش به رابرت ویریکر باخت من مطمئنم که یو خیلی دلش میخواد اون فایتو بزنه که دوباره گندش کنه که همه انگلیس دوباره پشت درنتیل و اینا البته این هم بگم من از درنتیل شخصیتش خیلی خوشم میاد خیلی خوشم میاد نمیخوام اینجا خیلی کوچیکش کنم و بگم بده و اینا دارم سیاست های UFC و میگم و یه نکته دیگه هم اینه که UFC مثلا به یورومرو نگاه میکنه حالا حالا ها دیگه بهش تایتل شاد نمیخواد بده یو اف سی مثلا میاد با خودش نگاه میکنه میگه آخه ما تا سه دفعه به این یو رومرو تایتل شات دادیم دفعه اول مقابل لوکراکول بود سر کمربند موقت میان وزن بود اینترین تایتل بود یو سر وزن نرسید لوکراکول رو ناکود کرد کمربندی بهش تعلق نگرفت چون که اگر یه تایتل فایت باشه دو نفر تو یو سی سر کمربند مبارزه میکنن یکیشون سر وزن نرسه با وجود با وجود اینکه حتی ببره بهش کمربندی تعلق نمیگیره و سر وزن نرسید حالا میگفت من مدت زیادی واسه وزن کم کردن نداشتم حالا دیگه با خودتون تصمیم گیری و لوکراکول ناکود کرد بهش کمربندی ندن بعد فایت دوم مقابل رابرت ویریکر دوباره سر وزن نرسید با یه اختلاف خیلی کمی بود ولی خب بازم سر وزن نرسید یا رو و فایت خیلی نزدیکی بود بازم باخت این تایتل شات دومش بود تایتل شات سومش که مقابل آدسانیا بود یو اف سی اصلا دلش نمیخواست به یورومه رو تایتل شات بده یو اف سی فقط و فقط به خاطر آدسانیا اومد این تایتل شات رو به یورومه رو داد چون که آدسانیا خودش میگفت میگفت ببینین من به یو اف سی گفتم من میخوام با وحشتناکترین میدل ویت تاریخ یو اف سی حالا نه تاریخ یو اف سی من میخوام با وحشتناکترین میان وزن حال حاضر یو مبارزه کنم چون که هیچکی نمیخواد با یورومرو رو مبارزه کنه من که قهرمانم من میخوام با یورومرو رو مبارزه کنم و تمومش کنم اینجوری گفته بود حالا دیدیم فایت چه شکلی شد خیلی خسته کننده شد ولی منظور این که یو اف سی رفت یو رو متقاعد کرد وگرنه یو اف تصمیمی نداشت که این فایت رو بده به یورومرو ولی خب هیچی دیگه بهش دادن فایت خیلی خسته کننده ای شد و یو اف سی ببینین حالا حالا ها من فکر نمی کنم الان بیاد به یورو رو تایت شاتی بده مگر اینکه بره مثلا سه چهار نفر رو دو تا فایت ها حداقل با قاطعیت بزنه دو تا فایت با قاطعیت که سه تا فایت هم دیگه بیشتر تو قراردادش باقی نداشت و مثلا با خودش نگاه کرد گفت که بابا این ضرره این فقط ضرره یه جوری ای شاید اینجوری حالا بریم ببینیم آینده یورومرو رومرو چی میشه حالا آریل هوانی که این خبر رو ه... از همون اول داده بود گفت که طبق منابع من آریل هوانی علکی نمیاد حرف بزنه همیشه حرفاش درسته یعنی 99 درصد اوقات و آریل هوانی اومد گفت که طبق منابع من نه بلاتور علاقه ای داره به یورومرو رومرو و نه پی افل. و این واقعا خیلی تعجب آور بود البته من همین دیروز هم خوندم که سکات کوکر اومد گفت که ببینید ما الان بیشتر رو آدم های جوان داریم برنامه ریزی میکنیم و الان مثلا یه فایترهایی راست هم میگه الان بلاتور داره استعدادهای خیلی بزرگی داره درست میکنه مثل همون ای جی مکی یا این دختره لیم ایلی مالی مکفالین یا فایترهای خیلی زیادی دارن مخصوصا تو دسته فدرویت فایترهای خیلی بزرگی دارن دسته ولترویتشون هم خیلی خوبه با داگلاس لیمو. و به نظر من دسته ولترویت خیلی قوی دارن نمیدونم همون کورشکوف و دیگه ارزم به حضورتون لورنس لارکین و الان شاید اسم همشون یادم اون گریسی و بلاتور دسته ولترویتش خیلی خوبه دسته فدرویتش خیلی خوبه پاتریسیو پیتبول و ای جی مکی و نمیدونم اون پسر جوونه آرام پیکو فایترهای خیلی خوبی دارن دسته میدل ویتشون هم خیلی خوبه حالا با گیگارد موساسی و اینا ولی خب به خیلی زیادی به اندازه دسته فدر ویت و اینا ندارن ولی دارن همینجوری گندهتر گندهتر میشن بلاتار ولی خب حالا سکات کوکر اومد گفت که ما علاقه فعلا به گفت منیجر یوی رومرو ملکی کاوا به ما زنگ زد سکات کوکر اینجوری میگفت و اومد گفت که یا رومرو رو میخواین گفت من اون موقع بهش گفتم نه حالا حالا امکان داره در آینده رأیشون عوض بشه حالا سکات کوکر میگفت ما بیشتر برنامه ریزیمون روی فایترهای جوونه و فعلا برنامه های ما واسه چند, چند ماه آینده پره فایت همون پره یعنی یه جوری الان در حال حاضر جای یورومرو نیست ولی من واقعا واسم جای تعجب داره اگر بلاتور سعی نکنه یا رومرو رو بگیره چون که ببینی یو رومرو همین الانش هم خیلی خوبه شما مثلا با فوتبال مقایسه کنید الان مثلا شما فکرش بکن الان رونالو الان یوونتوسه من الان چند مدت خداییش فوتبال دنبال نکردم ولی مثلا ش... الان نمیدم رونالدو چند سالشه ولی خب همین الانش هم از یوونتوس بره قرار داده آزاد داشته باشه مطمئن باشه اینکه چند تا تیم خیلی مشهور دنیا میخوام مثلا رونالدو رو بگیرن یا مسی همیشه تیمای گنده میان مثلا اون ستارای گنده رو میخوان حالا از تجربهشون استفاده میکنن ولی خب همین یورومرو اینقدر اسمش به نظر من گنده است و خطرناکه همین الان تو اوجشه هر سازمانی که بره اسم اون سازمان رو میکشه بالا با خودش الان اگه مثلا بره بلاتور میتونم مستقیما بندازنش مقابل گگارد موساسی یه تایتل فایت در سطح جهانی یعنی وولد کلاس و هیچکی نمیتونه بیاد بگه اون فایت بین گگارد موساسی و یو رومرو رو خسته کننده است اصلا ببینید وقتی که گگارد توی یو اف سی بود سوم مینا بود اون موقع میگفت تو رده بندی های سوم بود و گگارد اومد گفت که ببینید من همه اونایی که بالاتر از خودم هم میتونم بزنم ولی از لحاظ مچاپ یعنی از لحاظ استایل مبارزه و استایل حریفم یو رومرو رو از همه واسه ای من سختره نمیگفت نمیتونم بزنمش ولی میگفت یورومو رو از همه واسه من سختتره و واقعا حرف درست سی زده گگارد همیشه اومده حرف راست رو زده اگر مقابل گگارد قرار بگیره به نظر من پنجا است. پنج خیلی فایت خطرناکیه واسه گگارد ولی منظور این که مستقیما میتونم بندازنش مقابل گگارد یه فایت فوقلاده خوب و یه تایتل فایت فوقلاده خوب رو میتونه ببینیم وقتی که گیگارد وارد بلاتور شد بهش گفتن اول بیا یه فایت دیگه انجام بده اگر بردی بری تایتل فایت ولی خب الان اگر رومیرو بیاد وارد بلاتور بشه من فکر نمی کنم کسی اعتراض کنه اگر مستقیما بهش تایتل شاد بدن و میتونه می, تو... می گیگارده بزنه بعد اینجا گیگاردی که از بهترین فا... فایترهای مورد علاقه منه ولی واقعا چیز می... صادقانه میگم میتونه گیگارده بزنه البته گیگارد هم میتونه بزنش ولی خب میتونه گگارد بزنه قرمان میاوز بشه حتی میتونه بره ودیم نمکوف رو بزنه ودیم نمکوف الان قهرمان لایت بلاتر. اونم میتونه بزنه حتی میتونه بره هیوی رایان بیدر رو بزنه یعنی هر کسی رو میتونه بزنه حالا اگر بره پی افل چیه همه رو به نظر من خیلی رو میتونه تو پی افل بزنه الان میدونید خب فابریسیو بردوم رفته تو هیوی دسته من نمیدونم چجوری پی اف ال رومرو رو نمیخواد اگه بره وان چمپیونشیپ اگه بره وان چمپیونشیپ اونجا الان میتونم مثلا بندازش با ویتور بلفورد میتونم بندازش با ویتور بلفورد هنوز هیچ مبارزی انجام نداده و به نظر من میتونه راحت ویتور بلفورد رو بیاد فایت خیلی بالی میشه به نظر من خیلی شانس بیشتری داره یو رومرو واسه شکست دادن ویتور بلفورد حتی میتونه حتی میتونه بره هیوی ویت با براندون ورا به نظر من میتونه راحت برندون ویرو هم یه جورایی بزنه و در اصل منظور که میتونه هر کسی رو بزنه فقط امیدوارم نره بیرناکل چون که یه خبری اومد و گفتن که امکان داره یا رو بره سازمان برناکرز و واقعا امیدوارم نره اونجا چون که برناکرز یه جورایی بکس بدون دستکشه و وحشی بازی دیگه میان هم دیگه رو مثلا انگشتاشون میشکنه دستکش ندارن دیگه انگشتاشون میشکنه صورتشون صورتاشون میشه چیزی که میخوام بگم اینه که یورومرو قبلا کشتیگیر بوده کشتی آزاد تمرین کرده توی المپیک مبارزه کرده کشتی گرفته و بکسر نیست یعنی الله مثلا میخواین یورومرو رو بندازین تو برناکرز که نمیتونه بره زیرگیری کنه این کارای جالب نمیتونه انجام بده ولی خب برناکرز خیلی خوب پول میدن دیگه و به خاطر همین من دلم نمیخواد یورومرو بره یه جایی مثل بیناکز چون که من دوست دارم یورومرو رو توی یه سازمانی ببینم که توش ورزش ام باشه من شخصا دوست دارم یا یورومرو بره بلاتور من دوست دارم یا بره بلاتور یا بره وان چمپیونشیپ دیگه فوقش مثلا بره پی افل یا مثلا بره رایزین مثلا یه چیز اینجوری ولی خب من ترجیح میدم وان چمپیونشیپ یا بلاتور من این اینجا دوست دارم یوه رومه رو بره خب یه خبر دیگه راستی وای انتونی رامبل جانسون بچه همین این خبر رو من همین الان شنیدم نمیدونم چرا الان انتونی رامبل جانسون از یو سی جدا شد من من فکر میکردم برمیگرده مقابل یکی مثل انگانو مبارزه میکنه یا مثلا خیلی دوست داشتن حالا مقابل جان جونز مبارزه کنه ولی اون فایت وقت شکل نگرفت ولی خب الان انتونی رامبل جانسون توی بازنشستگی بود یعنی بعد از فایتش مقابل آخرین شکست بعد از آخرین شکستش که مقابل دانیل کورمیر بود سر کمربند قهرمانی لایت ویت یو اف سی بود و توی اون فایت اصلا به نظر من انگیزهش و قشنگ از دست داده بود انتونی رامبل جانسون اصلا انگار دلش نمیخواست داخل باشه یعنی خیلی سریع تسلیم شد اینجوری بهتون بگم آن چیز دانیل کرمیه روش خوابیده بود نمیتونست نفس بکشه آقا نمیتونست نفس. بعد قشنگ کمرشو برگردون گردنشو داد به دانیل کرمیه اونا خفش کرد بازی تموم شد یعنی راند اول نزدیک بود خودش اتفاقا ببره انتونی رامبل جانسون ولی منظور این که نمیخواست زاسی ببینه اصلا اون روحیه جنگجویی رو تو اون فایت نداشت اصلا انگیزه نداشت و راند اولم یه مشتی زد به دانیل کور میاد چون که ببینید این انتونی رامبل جانسون مطمئنم که الان دانوایت میاد میخواد بزنه تو سر مال و بگه آره انتونی رامبل جانسون دیگه خوب نیست و به خاطر این الان از یو جدا شد و این حرفا همونجوری که داره در مورد یورومرو میگه ولی من فرقی نمیکنه کی واسم چی بگه من میدونم که این آنتونی رامبل جانسون خیلی ها رو ناکوت کرده این اگر تو دسته لایت وی ویت یو اف سی مبارزه میکرد ولی حتی میتونست بره تو ہیوی ویت اونا رو ناکوت کنه فرانسیس انگانو دلش میخواست با این مبارزه کنه من نمیدونم چرا یو اینو با انگانو چیز ننداخت چون که اگر اینو مینداختن مقابل انگانو مطمئن باشین یا انگانو واسه اولین بار ناکوت میشد یا خودش ناکوت میشد اینجوری بهتون بگم وقتی که گلاور تشیرا رو ناکوت کرد یا پرکات زد به گلاورت شیرار گلاور تشیرا بیچاره داش اینجوری تو هوا اینجوری مثلا خواست گنجیش بگیره اینجوری اصلا بجوری ناکود ناکو شده بود و نمیدونم کیا رو دیگه ناکود کرد الکساندر گوستافسون و یعنی اینجوری ناکود وحشتان کش نکرد ولی خب خیلی قدرتش بالاست بریم همه الان نگاه کنیم بریم کیارو زده کیارو نزده جیمی مانوا رو ناکود کرد راست جیمی مانوا هم ناکود کرد به به رایان بیدر رایان بیدر هم راستی زده رایان بیدر، گلاور تشرا، جیمی مانوا، دانیل کورمه باخته، الکساندر گوستافسون، انتونیو روگیرو نو، نوگیرا، فیل دیویس، الان ببینید فیل دیویس و رایان بیدر اینا مثلا یه جورایی کل گنده های بلاتور این دو نفرشون رو زده و الانم و الان خودش رفته بلاتور الان شما فکرش رو بکنید قهرمان سنگین وزن بلاتور رایان بیدر این قبلا رایان بیدر رو زده این قبلا رایان بیدر رو زده فیل دیویس رو زده <laughs> بعد بعد حالا ودیم نمکوف رو بزنن جاش خیلی خطرناکه خیلی خطرناکه البته از وقتی که از وقتی که از یو جدا شد, شد شروع کرد بادی بیلدینگ الان خیلی گنده شده نمیدونم برگرده دسته لایت ہیوی یا نه به احتمال 98 89 درصد فکر کنم میره تو ہیوی ویت و دلم واسه رایان بیدر میسوزه <laughs> البته شاید این دفعه رایان بیدر بهتر عمل کنه دفعه پیش تو اول باخت امیدوارم فقط نره میدل ویت الان عمرم به میدل ویت برسه واسه گیگارد موساسی اگر گیگارد بخواد بره بالا و این مثلا تو دسته هیوی ویت باشه اونم البته به نظر من گیگارد من قبلا گفتم مقابل یوروم رو به نظر من که واسهش مشکل تره ولی مقابل انتونی رامبل جانسون فقط اگه ازش مش نخوره میتونه ببره به نظر من فقط اگه ازش مش نخوره چون که این قدرت ناکوت وحشتناکی داره و بلاتور عجب فایتری یا گرفت عجب فایتری یا گرفت به نظر من یه الان اسم بلاتور خیلی گونده تر میشه اگر اینو بگیره الان بعد اینو بندازم مقابل یورومرو بابا من اون فایتو میخوام ببینم اون چه فایتی باشه اون وحشتناکه و فوق العاده جذاب و دیدنیه اینجوری بگم فوق فایت جذاب و دیدنیه اگر مثلا اون فایت درست بشه مقابل رومرو و چیزی که میخوام بگم الان بلاتور فایتر خیلی خوبی گرفته و اگر یارومرو هم بگیره دیگه اصلا میشه نور الان نور چه چیزی بشه خب بچه ها دمتون گم که این ویدیو رو نگاه کردین امیدوارم خوشتون اومده باشه اگر خوشتون اومد یادتون نره نامردی نکنین لایک کنین سابسکرایب کنین و به قول یورومه رو سی یو سون بوی دمتون گم